با نظام جمهوری اسلامی زاویه داشتم. تو دبیرستان ما انجمن داشتن، از این طریق آشنا شدم. ما مدافع کارگریم، ما مدافع طبقه پایینیم، ما ضد سرمایه‌داری هستیم، ما ضد امپریالیسم هستیم. ما فکر می‌کردیم میریم تو کردستان مثلا تو چادر باید زندگی مون. ما اینا که خودشون دارن آماتیش میزنن، من مطالب اینا رو میخونم دیگه، دنبال میکنم خبر اینا رو، اینا دارن خودشون رو ببخشید میدن. مطلع باشید هر زمان مشخص بشه اظهارات شما به عنوان شاهد کذب باشه تحت تعقیب قرار میگیرید و ثابت بشه مجازات میشید. مطلع شدید؟ بله بله. حاضرید شهادت بدین؟ بله. اولین باری که مسعود رجبی رو دیدم از اونجایی که برای ما به عنوان یک رهبر بود، به عنوان کسی بود که همه آرمان‌ها و ایدئال‌های خودمون رو توش میدیدیم، فکر میکردیم اون منعکس کننده و اجرا کننده همون چیزایی که ما دنبالشیم، خیلی ذوق و شوق داشتم. اولین بار قبل از عملیات فرو بود که ما را همه افراد جمع کرده بود، توجیه کرده بود نسبت به عملیات. بهتره بگم دروغ جاویدان، اینا اسم فرو گذاشته بودن. خب شرکت داشتم، به محض اینکه وارد صحنه شدم نشستم خبردار شد این کاری که رجوی داره میکنه جز خودکشی چیزیه نیست، چون ستونی عمر را انداخته بود میخواست بفرسته به تهران، یه سیبلی بودیم در مقابل جمهوری اسلامی. شاهد بودم افرادی رو آورده بودن از جاهای مختلف، از کشورهای مختلف، آلمان، انگلیس، آمریکا، همه جوامع. افرادی بودن که واقعا زن و مردشون اصلا سلاح رو نمیشناختن، سلاح رو تو صحنه دست اینا دادن، گفتن آقا این کلاش اینجوری از زمان خارج میشه و شلیک میکنید. یعنی این رجوی مخصوصا اینا رو آورده بود که از اینا کشته بگیره. بعد از شکست و عملیات مرساد در واقع کمر تشکیلاتی نظامی استراتژی سازمان مجاهدین و رجوی شکست. اون برای به جای اینکه بیاد بگه آقا ما اشتباه کردم یا شکست خوردیم، اومد همه رو انداخت گردن اعضا، گفت شما مقصرین که نتونستیم راه رو باز کنیم. من که خوب حالیمه برادر جماعت، ذهن شما کجاها بود؟ ها؟ هر کسی تو دلش لابد میدونه. و شما ای طایفه خواهران، به این دلیل که اگر همسر داشتین، اگر مردین تو فکر زنتون بودین، اگر زنین تو فکر شوهرتون بودین، در واقع به فکر خودش بود، همه چیز از خودش، برای خودش و منافع خودش شروع میشد و ختم میشد. فرمودید دو نفری که عملیات کردن یه جایزه ای بهشون دادن، درسته؟ به هر کسی که مدال دادن، به هر کسی که عملیات میکرد مدال میدن. حالا فقط به این دو نفر، چون چند تا عملیات اومده بودن موفق بودن، فقط به این دو نفر. یعنی تو عملیات های بزرگ این کارو میکردن؟ نه تو عملیات بزرگ نه، این عملیات هایی که داخل اعزام میشدن، مثلا میومدن تهران عملیات میکردن برمیگشتن، اینا چند بار اومده بودند و برگشتن، اینا به این دو نفر مدال دادن. خود شما در خصوص انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و شهادت اعضای حزب، آیا این عملیات رو منسوب به سازمان و اعضای کادر مرکزی میدونید یا خیر؟ توضیح بدید. بله، این عملیات کار سازمان موسوم به مجاهدین خلق بود. خود رجوی بارها جمله با این مضمون گفت که ما آنیم که در یک عملیات 72 تن بلکه 120 تن رو کشتیم. خود مسعود رجوی تحلیلش میگفت ما با حظ آقای بهشتی جمهوری اسلامی رو بی آینده کردیم. من خودم عنوان کسی که قربانی این فرقه بودم، جوونیم، نوجوونیم، بخش مهمی از زندگیم در مسیر خلاف اون چیزا که حداقل خودم اعتقاد دارم صرف شد، دو به خاطر اینکه اینا در حق مردممون، در حق کشورمون، در حق دینمون جفا کردن و خیلی خیانت ها کردن و اگر شناخته نشن امثال من، ای بسا نوجوانایی که امروز هستن، جوانایی که مثل اون زمان که من و امثال من فریبشون رو خوردیم، فریبشون رو بخورن و قربونی بشن.